هپدغلغه رو غیر مستقیم بهش indirect speech گفته میشه تو انگلیسی که reported speech هم بهش گفته میشه. reported یعنی شما دارید report میدید، دارید گزارش میدید، کسی چیزی گفته، حالا من دارم اون رو به شما میگم که فلانی چی گفت یا چی پرسید یا چه دستوری داد، اون رو من میام به شما میخوام حالا بگم. برای انجام این باید یه مدار جمله رو توش دست ببرم، چون جمله همونجور که از دهانش خارج شده رو من نمیارم بین کوتش مارک قرار بدم. اصلا توی indirect speech ما کوتش مارک نداریم، اوکی؟ یا اون نقل قول اون رو نداریم، اوکی؟ دوباره جمله همونو میاریم. I am happy رو به عنوان نمونه آوردم و بعد وقتی میخوام بگم که اون این حرف رو زد اصلا عوض میشه he said he was happy. اوکی میبینید که یه سر چیزا دست خورد. he said سر جاشه کاما وجود نداره، کوتش مارک وجود نداره. اونها کاما و کوتش مارک برای چی بود؟ برای مستقیم نقل قول مستقیم بود. این اولین نکتهش. دومش اونجا اون فرد اون مرد گفت I am happy، اون به خودش میگه I، من به اون آدم نمیگم I، من به اون میگم چی؟ میگم he، اوکی؟ یا اسمشو میارم یا هر چیزی، نمیگم I، من به خودم فقط میگم I و به اون میگم he، یا اگر زن است بهش میگم she. به این ترتیب من اینجا باید ضمیرم رو دست ببرم، اوکی؟ اون میگه I بر من، اون به خودش میگه I بر من he هست، اون میگه you به من میگه you، من به خودم میگم کی؟ به خودم میگم چی؟ میگم I. باید اینها رو جا به جا کنم توی صحبت کردنم، چون گوینده داره عوض میشه. من میگم شما خوبی، بعد شما میگید که از من پرسید که خوب هستم، از خودم پرسیده، نمیگم که پرسید شما خوبی. اون زمانی هست که من میارمش توی کوتش مارک، اما غیر از اون اگر باشه وقتی میخوام بگم چی گفت شما رو میکنم من، منو میکنم شما، برعکس میکنم همه اینا رو جا به جا کنم. درست شد؟ خب این یه نکتهش. پس باید فاعلش عوض بشه، مفعولش باید عوض بشه، اینها رو باید با توجه به جمله، اینکه گوینده کی بوده حالا کی هست، اینها رو من باید دست ببرم. این نکته اولیش. دوم، وقتی یک نفر صحبتی رو میکنه، من وقتی میخوام انتقالش بدم یه نکته وجود داره. حالا میخواد پرسش باشه، میخواد نقل دستور باشه، میخواد جمله خبری باشه، هر چیزی باشه، یه قاعده وجود داره. یک زمان باید بیارمش عقب. اون وقتی میگه I am یا مثلا میگه که he is، من میگم he was. یک زمان میبرمش عقب. یعنی اگر از زمان حال ساده استفاده کرد، من میکنمش گذشته ساده. اگر از زمان حال استمراری استفاده کرد، من میکنمش گذشته استمراری. حالا میپرسم، پرسش ایجاد میشه، گذشته اگر بود چیکار کنم؟ میکنمش گذشته کامل، اوکی؟ مثلا میگه که I saw، مثلا میگم I see him every day، I see him، و من میگم که I، he said he saw him، یا مثلا میگه I see یا مثلا through the window، از پنجره میبینم، از پنجره اینو میبینم، I see through the window، من میگم که he said he saw through the window. حالا اون فرد میگه که I saw through the window، این قضیه رو از تو پنجره دیدم، و من میگم که he said he had seen through the window. اوکی؟ پس اگر از حال ساده استفاده کرد، من وقتی گزارش میدم گذشته ساده میارم جمله‌مو. اگر گذشته ساده آورد، من وقتی گزارش میگیدم میبرمش توی گذشته کامل. had seen، had eaten، had been، همه اینها رو با همون حد میارمش، شکل سوم فعل. اوکی؟ پس اگر زمانها رو روشون تسلط ندارید، درس‌های زمانها رو ببینید. خوشبختانه همه اینها آموزش داده شده و توی شبکه هست. دنبال درس زمان گذشته کامل میتونید بگردید، این درس داده شده. میتونید زمان گذشته ساده رو بگردید یا گذشته استمراری، هر کدوم از اینها رو میتونید توی اینها مطالبی که نیاز هست رو پیدا کنید. اوکی؟ پس هر آنچه گفته شد ما یک زمان میارمش به گذشته. حالا یه پرسش دیگه، اگر طرف جملش رو به شکل حال کامل یا گذشته کامل گفت، اون وقت چی کار کنیم؟
اون وقت دست بهش نمیزنیم، اون وقت همون شکلی که هست میگیمش، چون دیگه از اون گذشته تر نداریم. اوکی؟ پس هر زمانی بود یک زمان میارمش به گذشته و بعد از حالت ساده میارمش به حالت گذشته، از حالت گذشته میارمش به حالت کامل. اگر از کامل استفاده کرده دیگه ما کاری نداریم، همونجور میاریمش. اوکی؟ پس این هم در ترتیب جا به جا کردن و عقب آوردن زمان. اوکی؟ پس کوتش مارک نداریم، کامان نداریم، زمان یکی باید برگرده عقب. نمونه های دیگه رو ببینیم. I have a question. میگم he said، اون آدم گفت. حالا اون به خودش گفت I، من باید بهش بگم چی؟ he. بعد اون میگه have، زمان حال رو میگه، من یک زمان میارمش عقب. had a question. اوکی؟ پس به این ترتیب میگم he said he had a question. He said he had a question. اون گفت یه سوال داشت، اون گفت یه پرسش داشت. بینش من یک زمان اون رو میبرم به گذشته. یا میگه که I'm going to Canada tomorrow. I'm going to Canada tomorrow. من دوباره اینجا باید دست ببرم توی این جمله. چی کار میکنم؟ میگم he said، اون که جای خودش. یا مثلا جملهش رو میخوام دست ببرم، باید اول بگم که اون گفته. دارم میگم که دارم گزارشش رو میدم، حرف من نیست، حرف اونه. he said، حالا اون به خودش گفت آی، من به اون میگم چی؟ he. he said he. بعد am استفاده کرده، من am رو یک زمان میبرم عقب. I am، میگم he was. okay، he was going to Canada. okay، he said he was going to Canada.